به صورت عمومی طبق اون چیزی که ما حالا از به قول معروف نص صریح قرآن میدونیم اختلافاتی وجود داره، چیزهایی که امروز بر مبنای شناخت ما از حقوق بشر امروزه خب طبیعتا قابل قبول نیست، برتری جویی های جنسیتی و مسائلی که خب امروز روز دیگه جایی ندارن، مثل مثلا بردهداری های اسلامی یا اینجور مسائل. اما این بحث وقتی که وارد فقه اسلامی میشه به راحتی قابلیت گرته برداری های اجتماعی سیاسی رو داره. مثال بارزش رو هم متاسفانه ما در این 45 سال گذشته به صورت سیستماتیک و خب در طول قرون گذشته به صورت سنت در جامعه ایران بارها و بارها تجربه کردیم. اتفاقی که الان داره بیفته این هست که یک امری رو که واقعا در موردش اصلا در بین مذهبیون هم حتی صاحب نظران مذهبی تفاهمی وجود نداره، مثل بحث حجاب رو جمهوری اسلامی برمی‌داره به عنوان یک المانی و عنصری که برای مبارزه با نیمی از جمعیت ایران مورد در واقع استفادهش هست، در دستمایه قرار میده برای آزار مردم. به صورت کلی جمهوری اسلامی احتیاج داره که در واقع فعالیت‌های سیاسی خودش رو به جای اینکه معطوف کنه به مدیریت کشور، معطوف کنه به یک رفتار ایدئولوژیک که میتونه مبارزه باشه. الان همین الان مثال کلاسیکش که احتمالاً برای خیلی از هموطنان ما بحث داغ روز هست، این مبارزه جمهوری اسلامی، مبارزه مجهولش با اسرائیل هست. ما هرگز نفهمیدیم با کشوری که اصلا هیچ سابقه جنگی باهاش نداشتیم، حتی مرز مشترک نداشتیم، چرا یهو بعد از انقلاب جمهوری اسلامی شروع کرد به دشمن تراشی؟ و از اون طرف هم در داخل فضای ایران دقیقا این تمرکز رو جمهوری اسلامی گذاشت روی زنان، یعنی نگاه کرد ببینه چطور میتونه یک جمعیتی رو با یک مسئله کاملا در واقع ساخته و پرداخته یه مذهبی که قدرت در واقع سرکوبش به بالاترین حد ممکن برسه مشغول کنه. خب دید زنان و امر حجاب رو میتونه در کنار هم قرار بده. بنابراین ما وضعیتی که الان در فضای سیستماتیکه اجتماعی سیاسی در واقع سرکوب سیستماتیک می‌بینیم، محسن این نگاهه که اتفاقا اصلا مذهبی هم نیست. اینه که دقت کنیم حتی اگر مذهبی هم اصلا به اون شهروندانی که باور مذهبی ندارن ربطی نداشت، یعنی باور مذهبی چه اقلیتی چه اکثریتی وقتی ورود به مذهب میکنه دیگه میشه ناقض حقوق بشر و نفی حقوق بشر. چه ربطی داره برای مثال به اون شهروندی که اصلا مسلمان نیست یا اصلا باور مذهبی نداره یا اصلا به دین اسلام اعتقاد داره به حجاب اعتقاد نداره، چرا بایستی یک چیزی از اعتقادات یک اقلیتی وارد فضای قانونگذاری بشه و بعد اعمال بشه و بعد براش این همه بودجه و هزینه مملکت در واقع صرف بشه، این همه سرمایه روانی از این مردم گرفته بشه به خاطرش؟ و در نهایت مهمترین مسئله الان یک سال اندیه که خب مردم تقریبا با ضرب و زور به هر حال موفق شدن که تقریبا حجاب اختیاری رو علارغم مخالفت و مقاومت حکومت اجرا کنه. یعنی هر کسی سعی میکنه هرجوری که دلش میخواد بیاد بیرون، تو جایی که پلیس میبینه حالا با حالت سخره گرفته ممکنه یه مقداری چیزی روی سرش بذاره، دوباره به این وضع در واقع ادامه میده اگر بخواد حجاب اختیاری داشته باشه. چه تغییری در واقع ماهیت امنیتی برای زنان در جامعه ایجاد شده توی یک سال؟ اولا هیچی. یعنی اصلا این اصرار حکومت کاملا یک اصرار سیاسیه، هیچ بار اجتماعی نداره، نمیتونه به گردن جامعه بندازه، نه به گردن سنت، نه امنیت و هیچ مسئله دیگه. یعنی شما کاملا میبینید یک انعاد سیستماتیک حکومتی که توتالیتره، تفکر دیکتاتوری و بسیار قلدرمآبانه‌ای داره در نه تنها کشور بلکه در منطقه، علیه مردمی که جز حق خودشون چیزی نمیخوان. به جای اینکه در واقع شهروند انگاری کنه، متاسفانه مجبورم از این کلمه استفاده کنم، کاملا رعیت انگاری میکنه و با مردم اونجوری رو برخورد میکنه که خودش دلش میخواد، نه اونجوری که در واقع شایسته یعنی مردم هست.